سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از شما که بار دیگر به برنامه پرتو نور توجه می فرمید. برنامه امروز رو تحت عنوان شرم و گناه خدمتون عرضه می همه به خاطر داریم که در سال 2011 زلزله ای به همراه سونامی در ژاپن اتفاق افتاد که خسارات بسیار زیادی بود و یکی از نیروگاه های هستهی دوچار دو مسئله شد و در اون زمان و پیامدش خیلی دنیا در تعجب از رفتار مردم ژاپن در ارتباط با این حادثه بود مثال های مختلفی رو دیدید و شنیدید و همه نماینگره به اصطلاح اون درستی و پاکدامنی و صداقتی بود که مردم ژاپن از خودشون نشون دادن حتی در یک نمونه موقعی که در روزهای اول قرار بود که برای به اصطلاح بازبینی داخل راکتور وارد بشن تعدادی از کارمندا ولنتیر شدن به صورت آزاد که برن اونجا ولی افراد ژاپنی دیگری که در اونجا کار میکردن و سن بالایی داشتن اونها آمدن و جای اینها رو گرفتن و قابل ملاحظه است و میبینیم که مردم ژاپن همیشه یک شرمندگی نسبت به اشتباهات خودشون داشتن یعنی اگر اتفاقی میافتاده مسئول بودن همیشه سر تعظیم به مردم خودشون داشتن حالا پس میبینیم اینجا گناه و خدا جایی نداره عملا خب حالا میخوایم ما با خودمون مقایسه کنیم در جامعه خودمون که ببینیم خب ما واقعا همچین احساسی نداریم گناه پس و پیش به اصطلاح گناه انجام میدیم و اعتقاد به خدام داریم مبحثیه که گفتیم آقای بازرگان <applause> کمک کنن در هر دو زمینش اطلاعاتی که در ارتباط با خود شما دارید در ارتباط با اون حادثه ای که اتفاق افتاد و ببینیم که خب وضع ما چطوره ما چرا اگر اشتباهی نمی اشتباهی میکنیم یه چیزی هم به دکانیم <ده اندرسان> خیلی متشکرم آقای حسین به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند توفیق شد بار دیگه خدمتون برسیم برای موضوع ارزنده ای که به حال جا داره که درش تعمل بیشتری بکنیم من میل دارم قبل از اینکه وارد این پاسخ بشم که نقش کدوم بیشتره برای اصلاح جامعه اینکه جامعه شرم بکنه از هم نوعان خودش یا احساس گناهی در برابر خالقش داشته باشه و اصلا این دوتا جایگاهش چگونن با هم ارتباط دارن یا از دو مقوله هستن من قبلا نیم مقداری چون حالا اشاره کردید بیشتر توضیح بدم برای بینندگان عزیز و یه مقداری مقایسه با وضعیت خودمون بکنم بعضی از مواردم یادداشت کردم که چرا در بین ما خلاف این ارزش هایی که اونجا به نمایش در آمد متاسفانه وجود داره یکی در مسئله برحال امانت و صداقته من آماری دیدم که جمع مبالغی که بعد از این سونامی ای که اتفاق افتاد و سونامی و برحال این آتش سوزی و انفجار و نشد اون نیروگاه اتمیشون جمعا 45 میلیون دلار مردم تحویل دولت و مسئولین دولتی دادن یعنی پولهایی که تو کوچه خیابونا لابلای لجناب و ها و بعد از این سیل دو میلیارد ین ژاپن تحویل دادن آم آمار نشون میداد 5700 گاف صندوق از خونه ها اینایی که سیل برده پیدا کردن آوردن تحویل دادن کیف پولای مردم تو خونه ها حدود 20 نفر کشته شدن دیگه بالاخره اینا ثروتی داشتن نوشته بود که 96 درصد این مبالغ رو پلیس به بازماندگان یا خانواده ها تحویل داده موقعی که این سونامی اتفاق افتاد و برق قطع شد یه زیادی توی سوپرمارکت ها فروشگاه ها مشغول خرید بودن در این سبت هاشون در این چرخ ها خب خیلی جا اتفاق افتاده حتی تو امریکا چند سال پیش بودی که وقتی بغرب تاریکی شد به خصوص مناطق سیاه نشین قارت کردن این سوپرمارکت‌های های بزرگا ولی اونا تمام این سبداشون گذاشتن به آرامی از این کنار فروشگاه آمدن بیرون که چیزی با خودشون نبرن هیچ گزارشی داده نشده که هیچ خلاف و خطایی شده باشه یعنی یه نوع صداقت مالی عملی من چند وقت پیش تو اخبار خوندم حالا نه چند ماه پیش بود که به حال تو این مسابقه در اصفهان بوده مسابقه فوتبال آقای علی دایی که فوتبالیست خیلی مشهور و فعلا مربی هست ایشون که از جاده اصفهان تهران می آمده تو اون محور کاشان تهران ظاهرا تصادفی میکنن برادر ایشون راننده بوده و بعد ایشون هم بیهوش شده برادر رفته که ماشین اورژانس بیاره در اون مدتی که این ماشین کسی بالا سرش نبوده آمدن غارت کردن حالا لازم هم نیست که یه دوزه ای بوده باشه یعنی مثل اینکه این فرهنگ هستش که حتی یه ماشینی که تصادف شده و ره گذرم میبینه که خب بالاخره اینا حتما یک آسیبی دیدن یه همچین دلرحمی و ملاحظه ای هم نبوده و هرچی تو ماشین بوده بردن. خب این سوال پیش میاد که چطور اونا یه همچین سانهه عظیمی سونامی به وجود آمد نظمشون به هم نخورد صف هایی که همه برای گرفتن سلا غذا از هم جلو نزنن پیرا و بچه ها و خانم ها رو جلو بگذارن کمپ هایی که به وجود آمد برای مدارس تعطیل نشد تیغ بندی کردن پارتیشن گذاشتن و همین حالا اشاره کردین سپاه پیر مردها مهندسین پیر که چرا جوانا برن تشعش و برخوردار بشن ما که عمرمونو کردیم بذار ما بریم تو اون نیروگاه چرا در بین ما نمیخوام بگم در اکثر مردم نیست ولی چرا این نمونه ها کمتر دیده میشه یه خاطراتی من دیدم تو اینترنتی کسی از بر حال این نادرستی ها تو مملکت خودمون نوشته بود نوشته بود ما خونمون رو داشته می ساختیم خواستیم تعمیر بکنیم کامیون آجر که می خالی می کرد شبام دیدین تو تهران تو هرستان ایران نصف شب برای اینکه ترافیک مانعی نباشه نصف شب این بار آجر رو یا آهن خالی میکنه نوشته می, می همیشه صبح کمه نصفش نیست بعد یه روز کمین کردیم دیدیم بله کسی با فرگون میاد فرگون میاد اینا رو میبره بعد رفتیم به رو گرفتیم ما گفتیم آقا اینا کجا میبری تو کی هستی گفت ما این دو تا کوچه اون طرف تری تکیه ای برای آقای امام حسین میسازیم گفتیم با آجر دوزی میخوان بسازیم گفت شما چقدر خسیسین شما چقدر بیدین هستین که حاضر نیستین یا آجر رو برای ما مثلا تکیه حسینیه ببریم ببینید این از کجا ناشی میشه که یک کسی میخواد یک کار دینی انجام بده ولی قفش ریخته توی جامعه ای که فکر میکنه به هر قیمتی میشه این کارو کرد مثالای زده بود از دوران دانشجویی خودش که چطور تو خوابگاه یخچالایی که تو اتاق هست همه ناخونک زدن و دست زدن به غذای همدیگه، دیگه حالا یکی کسی پنیری مثلا مربای اصلی چیزی گذاشته حتی من خودم هم, هم یادمه در دونه دانشکده حالا رشته های معماری و اینها بودیم طب و گونیا و وسایل مهندسی مال هر کسی کم میشد از میز دیگری برمیداشت یعنی حتی تو محیط های علمی چرا قبح این مسائل ریخته تو جامعه ما نه آدم های بی سواد و بی فرهنگ نه تنها حالا بگیم دوره دانشجویی سرقت این منوگرافی ها ایده های اجادی کپی کردن پروژه های تزای مثلا دکترا چرا این چیزا اهمیت نداره قبحش ریخته یکی از دوستان ما که در کنفرانس های خارج از کشور دعوت داشت تو آخرین لحظات معلوم شد که یه آغازده دیگر رو جای ایشون گذاشتن و خب ایشون نذاشتن برن میگفت از اونجا به من زنگ زدن تو کره بود ظاهرا ایشون دو سه سال پیش هم اونجا کنفرانسی داده بود میگفت که زنگ زدن که تزی که شما اینجا ارائه دادین توسط یکی دیگر هموطنانتون امسال ارائه داده شده اونم خبر نداشته بعد که برگشته بوده میگفت رفتم گفتم آخه آقا شما چرا این کارو کردین او ای بابا چه فرق میکنه برای ملتمونه دیگه برای مملکتمونه منم اینو توی کتابخونه ای تو ایران کتابخونه دانشگاه پیدا کردم اسمم روش نبود گفتم چه فرق میکنه یعنی حتی سرقت پیپر کنفرانسی که آدم میخواد توی کشور خارجی بده اینا از کجا ناشی میشه چرا یه ملتی که دین و آینم به اون معنا لاقل حالا نداره شکل مشخصی نداره در ژاپن احساس شرم در برابر مردم رو میکنن ولی احساس اینکه یعنی تو جامعه ما که مدعی هستیم به اخلاق مدعی هستیم که در برابر خدا ما مسئولیم بازخواست میشیم حساب باید پس بدیم چرا یه همچین سرقت هایی حالا سرقت هایی بگیریم سه هزار میلیارد تومنی اونم رؤسای بانک بانک های اساسی مملکت رؤسای های شعبات یعنی سرقت ها و اختلاص های نجومی که شاید در تاریخ کشورهای دیگه هم بی سابقه بوده باشه این همچی سرقت هایی از سال مثلا 1387 تا 90 مثلا گیر افتادن حالا چقدر در این مورد یا چقدر سرقت های مشابهی که معلوم نشده که کیا البته خب هر یه ماه دو ماه یه بار یه چیزایی رو میشه و بعدم ندیده گرفته میشه واقعا این سال مطرحه چرا اینا که چفیه میندازن به گردنشون و پیشونی های جای مهر هست و سمبل و نماد اسلام ناب محمدی تلقی میشن شرم نمیکنن از این کارا به اصطلاح سر و مر و گنده و مدعی هم هستن و فرار میکنن به کانادا و این ور انگار نه انگار یه معذرت خواهی یک به حال پشیمانی و شاید هم نزدیکانشون احساس افتخارم بکنن که چقدر زرنگ بود خوش به چرا واقعا این از کجا ناشی شده چرا یک همچنین به حال بی شرمیا و بی ها در سوء استفاده های مالی یا علمی یا راندخاری ها چنین چیزهایی وجود داره حالا سوالی که مطرح کردین این سوال رو در واقع دیده بودم در جایی کسی مطرح کرده بود که ببینید یه ملتی ملت ژاپن حالا یا مثلا سوئدی ها یا بعضی از کشورهای پیشرفته نسبت به هم نوع خودشون احساس شرم میکنن دیدم من تو ژاپن بعضی خودکشی میکنن یعنی این داوری مردم این به صلاح قضاوت افکار عمومی انقدر براشون مهمه حتی چند وقت پیش نمیدونم اینو ملاحظه فرمودین کارخانه تویوتا بود نمیدونم یکی از این شرکت ها که یه اشکالی در باک بنزینشون کجا بود که بعدا یه تصادفی شده بود رسما آمد در برابر جلوی دوربین و تلویزیون در برای همه مردم دنیا تعظیم کرد و گفت همه اینا که اون مدل خریدن کارخونه مجانی مدل یکی دیگه بهشون میده یعنی اینی که معذرت خواهی بکنه که ما اشتباه کردیم شرم میکنیم و بعضا خودکشی میکنن یعنی به قضاوت مردم دیگه اهمیت میدن حالا سوال این بود که چرا پس احساس گناه در برابر خدا این تاثیر نداره ملت هایی که ادعا میکنن که ما با خدا ارتباط داریم چنین شرمی وجود نداره این سوال تا هم مطرح بود که واقعا رابطه شرم با گناه چیه نگاه کردم تو در قرآن دیدم مطلقا حتی یک کلمه تو قرآن نیومده که این کار گناه داره کلمه گناه رو دارم میگم ما. این بده اون خوبه اینا رو کار ندارم 25 بار دیدم واژه جناح در قرآن اومده گناه فارسی اولا آه. این فرهنگ ماست فرهنگ ما مسلمان است که میگیم این کارو نکن گناه داره این کارو نکن ثواب داره انگار مثل که یه خدایی بیرون از ما هستش منتظر داره می نویسه این کار رو انجام دادی ده تا ثواب برات نوشتم تو کتاب های دعای ما هم هست اگه اینو بخونی انقدر دعا داره چیز ثواب داره مثل صد تا حج مثل چیه به اندازه برگ درخت ها ثواب داره یعنی کشیمنی عدد و رقمه این کار بکنی گناه داره من دیدم کلمه گناه که به عربیش میشه جناه 25 بار در قرآن اومده در تمامی این 25 بار گفته گناه نداره یعنی 16 بارش گفته لا جناه علیکم انقدر مته به خشخاش نذارید این کارو بکن با... این کار گناه نداره نه بار اومده لیس علیکم جناهون. گناهی نیست بر شما یعنی یا براتون گناه نداره یا نیست حتی یک بار ندیدم که یک کاری رو بگه که گناه داره خوب دقت کنید منظور من گناهه واجه هایی که به فارسی ترجمه میکنن گناه یکی زنبه یکی جرمه یکی اسم با سه نقطه ما ترجمه می‌کنیم گناه زنب یعنی دنباله یعنی آرزه به دم حیوان هم در زبان عربی میگن زنب میگه این کاری که کردی دنباله داره آرزه داره نکن مثل اینکه بگن این غذایی که تو خوردی انقدر چربی داره انقدر قند داره چربی خونت میره بالا قند خونت میره بالا احتیاط کن این همینجوری نیست که خوردی حالا رفتی نشستی سیرابی شیر دون خوردی فکر خب تموم شد نه دنباله داره این کار یکی به نام جرمه جرم از جرمه میاد به نای قطع انقطاع میگه این کاری که میکنی موجب قطع رابطت با خودم میشه یک گلدون باید با خاک ارتباط داشته باشه مواد عالی بگیره آب باید جذب بکنه نور از خورشید بگیره اکسیژن هوا بگیره چهار تا ارتباط داره یک کامپیوتر باید به برق بذاریم به اینترنت وصل باشه ولی وقتی نباشه خب کار نمیکنه پس انسانم در ارتباط با پروردگارش با طبیعت با مردم، که میتونه رشد بکنه قرآن میگه این کارت جرمه معنای ریشه ای به اصطلاح زبان شناسی رو دارم عرض میکنم اسمم با سه سه نقطه است در قرآن میگه این کار نکن اسمه. اسم اسم یعنی تنگ نظری دنیات بسته میشه خودخواه میشی به اصطلاح خارجی میگن نرو مایندد فکر بسته در برابر اوپن مایندد بنابراین قرآن میاد باز میکنه میگه این کار نکنی آرزه داره قطع رابطه میشه خودخواهی تو بالا میبره هرگز نیومده بگه گناه داره ما این داریم میگیم گناه داره در واقع مثل این محصولاتی که حالا تو کشور ما هم هستی هر آدم تو کشور پیشرفته میخره یه لیستی پشتش هست این انقدر فت داره چربی داره انقدر فت... سچوریتد فت داره انقدر ترانس فت داره انقدر قند داره انقدر کلسترول داره کلسیومش انقدره، پوتاسیومش انقدره. هر کی هرچی میخواد بخره نگاه میکنه که این چه تأثیری در من میذاره چقدر کالوری داره بنابراین اگه آدم روی 2000 کالوری میخواد برنامه ریزی کنه میگه من اینا رو خوردم دیگه کافیه به 500 کالوری میگرفتم برخورد قرآن آگاهی بخشیدن به رفتارهاست یک کلمه نگفته و جالبه که ما یه کارایی رو نمیکنیم در حالا میگن که شرم بهتره یا گناه اشکال اینه که به ما از دید فقاهتی آمدن دین رو گفتن فقط رو جنبای این کار نکن گناه این کار نکن ثواب داره آدم در برابر پدر مادرش خب پاش دراز نمی کنه. هر حرفی رو نمی زنه. شرم می کنه. در برابر فامیلش در برابر معلمش استادش با هر لباسی تو جامعه نمیره از مردم شرم میکنه چرا در برابر آفریدگار خودش آدم نباید شرم بکنه ما از هر چیزی بترسیم سعی میکنیم که راحت بکنیم دیگه بگی بری بیرون الان چاقو کشه یه آدم مثلا لات بی مادری است متعرضت میشه نمیریم بیرون بگن اینو بخوریم ممکنه مسموم باشه نمیخوریم چرا فقط ادعا میکنیم ترس از خدا هیچ رایتی نمیشه هر کسی به هر چی امید داشته باشه به خاطر اون امیدش کار میکنه اگه این زحمت بکشی اینقدر پول به دست میاری اگه این کارو بکنی این لیسانس میگیری کنکور قبول میشی چرا کسانی که اعتقاد به بهشت و به سعادت دارن این به صلاح اعتقاد تأثیری تو زندگیشون نمیذاره خیلیا؟ ها تعبیری سن علی میگه من تعجب میکنم انسانی در برابرش بهشت و جهنم از یعنی آینده ای که یه طرفش سعادت مطلقه یه کسی در واقع شقابت مطلق خوابه اصلا بیخبره بنابراین علت به اصطلاح این دینداری بی تاثیر تو جامعه ما که این به بد اخلاقی ها رو به بار برده فقدان شرمه در واقع گناه همون چی که تو قرآن میگه منظور شرمه دعای تو قرآن است از زبان حضرت ابراهیم میگه خدای روز رستاخیز منو خجالت زده نکن رب لا تخزنی یوم یبعثون روزی که مردم مبعوث میشن من رو ذلیل نکن خار نکن من خجالت نکشم شاید 26 هفت بار در قرآن این واژه خجلت هست در واقع قرآن هم شرم و مطرح میکنه چیزی به نام گناه نیست میگه تو خجالت بکش همینطور که رعایت میکنی دیگرانو در برابر آفریدگار خودت چرا شرم نمیکنی و عجیب اینه که این تعلیمات سطحی و سوری جامعه ما که سراسر ادعاست شرم رو برده از دینداری یعنی با دیندارایی مواجه هستیم که کوچکترین شرمی ندارن از ویژگی های پیامبر ما اینه که حیا داشت میگه پیامبر حیا میکرد به اینکه به یک کسی بگه که این کارو نکن و یستحی منکم شرم داره پیامبر بگه حالا نشستی تو میکنه غذا خوردی برو بیرون ما اینجا کار داریم وقت ما رو نگیر یعنی قرآنی که سراسر از شرم و آذر میگه و پیامبری که بر اخلاق آمده و شرم مواجه شدیم با یه تعلیماتی با یه قشری که به نام دین همه چیز رو صاحب شدن بدونی که اصلا خجالتی بکشن از جان گرفتن، مال گرفتن، مصادره کردن و همه ارزش های انسانی رو زیر پا گذاشتن و لحظه شک و تردید و شرم نکردن فاجعه و بحران به نظر بنده در اینجاست دقیقا میخوام اینو آقای بازرگان دلیلشو بفهمیم که ملت ژاپن که اکثریتی به این صورت اکثریتی هستند که شرم از دزدی به انواع و اقسام خودش دارن بله. چه به اصطلاح در همه زمینه ها شما چه مالی چه غیر مالی ولی میبینیم و دیندار نیستن اون اکثریتشون احتمالا به به اصطلاح خدایی رو که بقیه مذاهب اعتقاد دارن ندارن ولی میبینیم از اون طرف حکومتی که به اصطلاح مسئولانش واقعاً شرم از دزدی وجود نداره و میخوام ببینیم و انواع و اقسامش از همه طریقی که شما چند نمونهش رو در مقدمه اشاره بهش کردید میخوام ببینیم این واقعا این دلیلش چیه این اشکال چیه آیا پس اگر اینطور باشه دین احتیاجی یعنی اگر شما یه انسانی میتونی باشی که به عقلانیتی میرسی و واقعا شرم داری از این کارا و دین هم نداشته باشی مسئله نیست شما خیلی بهتر هستی از اونی که دیندار هست و این کارا رو میکنه همینطوره ولی بله ببینید امر تزریقی نیست که آدم مثل ویتامینی بخواد به کسی تزریق بکنه تعلیمی در واقع تربیتی تدریجی مثل همه آموزش های دیگه این نیست که بگیم حالا این از فردا مسلمون شده یا مسیحی شده حالا دیگه رفتارش عوض میشه یه سوره در قرآن داریم سوره حجرات سوره اخلاقیات در واقع سوره 49 هم قرآن میقالت الاعراب و آمنا این بادی نشین ها اینا گفتن که ما ایمان آوردیم بگو نه شما ایمان نیاوردین شما بگین که تسلیم شدید تا دیروز می جنگیدید حالا مسلمون شدید هنوز ایمان در دلتون قرار نگرفته ولی ما یدخل ایمانو فی قلوب بکن میگه ایمان اینی که مثلا تو قیبت نکنی به کسی برچسب نزنی تجسس توی زندگی دیگران نکنی اختلاف نداشته باشی شخصیت دیگران رو خورد نکنی حالا توضیح میده بیسی موضوع تو اون سوره خود برتربینی نداشته باشیم میگه ایمان ایناست حالا تو جامعه ما فکر میکنیم به صرف اینکه یه کسی حالا یه ادعایی کرد و جمکران رفت و نمیدونم چهار تا از این آداب و تشریفات سوری دین رو انجام داد فکر میکنیم که دیگه این حالا ریش هم گذاشته بود دیگه چجوری هم داره یقه بستن میپوشه این دیگه نماد دین هست ولی وقتی میبینیم که بزرگترین خطاب و خلاف ها داره انجام میشه یک کسی به مقام وزارت میرسه ادعا میکنه دکترا داره بعد معلوم میشه که اصلا نداره اصلا قلابی بوده و بعدی هم که افشا میشه تو مجلس این بر اونور به جای اینکه بیان معذرت خواهی بکنن اون کسی که اینو نصب کرده میاد میگه که چهار تا برق پاره است این که اهمیت نداره ای بابا وقتی که بالاترین مقامات میاد افتخارم میکنه و بعد اعتراض میکنه که چرا مشکلی کردن یک کسی دیگه وزیر علوم میشه بعد معلوم میشه که قلابیه یعنی کسانی که میخوان نماینده و به بر حال مدیریت علوم و فرهنگ جامعه را داشته باشن میبینیم اصل و اساس قلابی اینا هایی رو برای خودشون درست کردن ولی انگار نه انگار احساس شرم هم در واقع نمی کنن. نشون میده که اصلا دینداری این نیستش که فقط یه جای مهری رو پیشانی باشه یه چیزی به گردنشون بندازن که علامت این که ما طرفدار فلسطین هستیم یک کسی باید روند زندگیش نشون بده که به یه ارزش های پایبند بوده وجدان داشته هیچ جا تو این قرآن نگفته که این کتاب هدایت برای این کسانی که مثلا فقاهتی بلد باشن نمیدونم حافظ مثلا یه کتاب دینی میگه این کتاب هدایت میکنه هدایت به معنای راهنمایی نیست راه برده کسانی که تقوا داشته باشن تقوا یعنی سلف کنترل کسی که بتونه بر خودش کنترل نفسش رو داشته باشه خشمش و شهوتش و آزش و حرصش و حسدش رو بنابراین وقتی که این حالت نیست انقدر رانتخاری و انقدر سوء استفاده از امکانات ملت به المال وجود داره بنابراین خب به جایی هم نمیرسه حالا این قصه درازی است و متاسفانه هر چی ندیده با. آدم بگیره با. بهتره که دیگه بیشتر آبروریزی اون چیزی که داره انجام میشه با. نباشه. آقای واسنگم میخوایم از بود دیگه نگاه کنیم ببینیم آیا عوامل و پارامترهایی از جمله پارامترهای اقتصادی، از جمله طبیعت بله و منابع طبیعی که وجود داره آیا اینها که در بعضی کشورها از جمله کشورهای غربی و ژاپن وجود داره میتونه عاملی باشه که اون نوع اخلاقیات رو به اصطلاح گسترش میده اخلاقیات داشتن شرم رو گزارش میده اخلاقیات شرم رو به اصطلاح رواج میده در یک جامعه خب بله بعضی یعنی دلایل مختلفی رو بعضیا انبار میکنن که چرا یک کشورهای جلو افتادن چرا یک کشورهای عقب افتادن حالا بعضیا میگن فرهنگ باید بره بالا فرهنگ یعنی چی یعنی آموزش های دانشگاهی بره بالاتر صرفا مردمی اصلاح میشن بعضیا مسئله اقتصاد رو وضعیت طبیعی رو میگن خب اگر امریکا یا اروپا پیشرفت کرده طبیعت دست و دل بازتره خدا اونجا مثلا طبیعتشون رو سبز و خورمتر کرده میزان نزولات جوی بارندگیشون بیشتره حالا بعضی از ایالات های امریکا سه تا دریاچه داره میان خب بله داشتن و به اینجا رسیدن در حالی که واقعا اگر فکر کنیم ژاپنی که از محرومترین کشورهای دنیاست هیچ چی نداره هیچ مدنی نداره اون جمعیتی که در اون مح... مکان تنگ قرار گرفتن نه نفت دارن نه گاز دارن نه معدن اورانیوم دارن چیزی نداره ژاپن نه تنها هیچی ندارن فقیرن فقط روپای خودشون باید به ایستن مثل انگلستان که خب آقای دنیا بوده یه جزیره است در واقع چیکار کردن چطور اونا برتر شدن اصلا ژاپن شکست خورده ی جنگ بوده یعنی ارتش هم نداشته پس نه سرزمین داشته شکست خورده یه جنگ دوم بوده آلمان هم همینطور ارتش امریکا اونجا حضور داشته چی شده که حالا ژاپن و آلمان کشورهای برتر شدن بدون که نیروی نظامی داشته باشن من تا یه جدولی پیدا کردم این مثلا ده کشور برتر دنیا از هم مثلا به ازای هر فرد سرانه ژاپن ثروتمندترین کشور دنیاست این لیست درآمد هر یه نفر دوم امریکا سوم کانادا بعد نروژ بعد استرالیا بعد آلمان بریتانیا فرانسه یعنی یه لیستی که کدوم کشورها ثروت سرانهشون بیشتره خب این در واقع یکی مقدار درآمدشون چقدره ولی درآمد باید تقسیم درآمد با تقسیم بر جمعیت بشه دیگه امریکا البته از نظر درآمد اوله ولی چون جمعیتش بیشتره سرانش از ژاپن پایینتر شده حالا یه لیستی دیدم، لیست کشورهای نفخیز دنیا در واقع تو چهل کشوره که درآمد نفتیشون بیشتره بیستاش از این کشورها <applause> عقب افتاده دنیاست اولین کشور، سعودی، عربیا عربستان سعودی از همه بیشتره بعضی از مثلا کشورهای دیگه ایران هست مثلا فرض کنیم مکزیکو هست، امارات متحده عربی، عراق الجزائر یعنی لیستو که میان پایین البته تون بالا امریکای و روسی هم هست ولی این سال مطرحی ای که ماها کشورایی که عقب افتادیم حالا چه عربی چه اسلامی چه امریکای جنوبی غیره ما که گاز و نفت و خیلی چیزای دیگه همون بیشتر از بقیه است چرا پس ما نتونستیم اون رشد رو داشته باشیم از اون تو چلتا ارز 20 بیستاش این کشور عقب افتادن توی بیستا یازت یعنی بیش از پنجا درصدش کشورهایی که این امکانات داریم ما هستیم پس مشکل کجاست؟ من همین چه هفته پیش میخوندم در این رقابت برج سازی ها. برج های بزرگ دنیا کجاست؟ میبینیم دوبی بزرگترین برج رو ساخته بعد عربستان سعودی میاد رو دست اون بلند میشه یه برج بلندتر میسازه مثلا دیویس متر بلندتر بعد دو مرتبه دوبی یه چیزی دیگر رو شروع کرده حالا دیدم جمهوری آذربایجان آذربایجان شوروی سابق رو دست اینا بلند شده 2014 تمام میشه که این مثلا 100 متر بالاتره چرا بین امریکا و ژاپن و آلمان و فرانسه این رقابت ها نیست چرا این کشور عقب افتاده برتری خودشونو میخوان از طریق بلندتر کردن برج ها نشون بدن حالا جالبه که سازنده و طراح اون برج ها همون اروپاییان ولی نمیان پولشون رو دور بریزن به چیز ای درست بکنن که چی؟ این در برتریه برتری ماست که برج ما رفته بالاتر حالا دوبه مثلا اون جزائر نخل تو دریا حالا چقدر خرج کردن خاک بریزن سنگ بریزن که حالا اینقدر جمعیت بره تو دریا جمهوری آذربایجان حالا رو اونا زده یک شهر عظیمی حالا مردم گرسنه مردم عقب افتاده چه نیازی دارن ببینید اینا یک علائم عقب افتادگیه یه مشکلاتی وجود داره من یک تو از کشور خودمونم یه چیزی اتفاقا توی آگهی ها دیدم یه تبلیغ روزنامه اتفاقی اینا رو دو نفر تبلیغ کردن آگهی دادن یکی راجبه پیکانه پیکان مدل شست چراغ بنزی نوشته فوق العاده سالم سی سال کار کرده فوق العاده سالم حالا پوزش هم اینه که چراغ بنزیه قیمتش چقدر؟ یه میلیون و چارصد و تا تو همین صفحه دو تا پایین تر پرشه پانامر دوزار دوازه هفتصد میلیون یعنی اصلا ما شرم هم نمی کنیم یه همچیزه تو مملکت ما داره میگذره یکی با یه پیکان سی و یک سال پیشش یه میلیون و چارصد و پنجای هفتصد میلیون این ماشین از کجا میاد چرا باید انقدر اختلاف طبقاتی باشه مگه بعدها ها داده نشد که یک عدالت اجتماعی برقرار بشه میبینیم که ما هر چی عقب افتاده تر باشیم حالا اینا همه جالبه که زیر یه سقف یه شهر تو یه روزنامه است تو یه صفحه و بدونی که خبرم داشته باشن اینا دلالت میکنه نشون میده که فاجعه از کجا شروع میشه چرا یه دی با پارو با پول رو در واقع با پارو میتونن این برابر کنن یه همچین ماشین تازه از این پرشم خیلی گرونتر هم هست از کجا اومده این پول در واقع بنابراین مشکل مسئله فقط این نیستش که حالا ما مثلا فقیر هستیم نشون میده مسئله به جای دیگه ارتباط داره یه مدیریتی، یه نظمی، یه عدالتی، توضیح عادلانه ثروت و الى آخر خیلی من اضافه کنم به این صحبت شما فراموش نکنیم کره رو کره جنوبی رو بله. که من یکی از همکارانم کره از کره جنوبی هست و صحبتی میشد که خب شما صادراتتون چی هست چه چیزایی منابع درآمد ملیتون چی چی هست گفت ما بیشتر نیروی انسانیه درصد قابل بله. توجهیش نیروی انسانیه و با توجه به وضع اخیر اقتصادی که در همه جای دنیا وجود داره گفت تمام مردم کره الان رفتن اکثریتشون و اوراق باهادار دولتی رو خریدن مه. که کمک کنن دولت بتونه سرپا بایسته در این شرایط بده اقتصاد میبینیم که خیلی شبیه با ژاپن عمل می‌کنه. میکنن موقعی مار... که دولتشون احتیاج داره مهم. پا میذارن و کمک میکنن چون اطمینان دارن که بر میگرده اونا بهشون خدمت میده یا مالزی الان سی سال مالزی کشور عقب افتاده با مذاهب مختلف چی شده که الان جزو چهار چار پنج تا کشور پیشرفته الکترونیک آسیا شده و سیل مهاجرت ایرانی ها برای مالزی برای زندگی در اونجا آخه چه اتفاقی افتاده آه. در این سی ساله چل ساله که ما انقدر عقب افتادیم و کشورهایی که هیچی نبودن اصلا کشاورزی عقب افتاده داشتن حالا به این مقام رفتن به حال باید هم به لیاقت کسانی مثل ماتایر محمد که به حال تونست این نظم رو به اونجا بده و هم مردمی که تلاش کردن و سیستمی که به حال اونجا جا افتاد خب اینا متاسفانه مشکلاتی سال بعدی من در همین ارتباط هست که چرا چرا خیلی زیاده چرای زیادی داریم که با توجه به این مثل آموزش های دینی و اخلاقی که داده میشه ولی عملا میبینیم پیروان اون دین در یه حدی قابل توجهی نیستند که بشه افتخار کرد بهش و به نظر میاد با ایدئال هایی که قرار بوده دین و اسلام به خصوص بیاره و بهبودی در اخلاق جامعه ایجاد کنه خیلی فاصل است شاید بعد نماشه یه چند دقیقی رو در مورد بله این مسئله صحبتی بکنیم که یه مقدار دردناکم هست <تصفح> <تصفح> بله. بله بنده اشاره کردم که هیچ جایی در قرآن نگفته که به صرف اینکه یه کسی این کتاب رو بخونه این کتاب رو حفظ باشه یا انقدر روایت چونش که تو مدارس ما هست 20 بیست روایت بخونی 20 تا حدیث بخونی این حفظ بکنی میگه این کتاب کیا رو به مقصد میرسونه یه به اون هدف میگه تو اگه تقوا داشته باشی زالکل کتاب لارعی بفی هدن للمتقین هدایت یعنی رهبری کردن نه راهنمایی میگه تو اگه بتونی نفس خودتو در برابر خشم و شهوت و کنترل بکنی بر خودت مسلط باشی یه جا میگه این کتاب هدایت برای محسنین احسان یعنی شفقت به خلق داشته باشی نیکوکاری بکنی به مردم هدایت اینه یا یه جا میگه کسانی که تسلیم حقیقت باشن هدایت للمسلمین یا للمؤمنین ایمان واقعی به ارزشا داشته باشی ما متاسفانه به یک قشر اصل و اساس رها کردیم به یک پوسته هایی پرداختیم که اینو فکر میکنیم این چنین هستش و مربیانی هم که برای دین مردم تعیین شدن مانورشون تو همین مسائل سوری و تشریفاتی دینه آدابی هم که تو جامعه ما هست فقط رفتن به زیارتگاه ها از این بر و اون بر بدونی که اونجا تعلیم اخلاقی داده بشه یا آموزش داده بشه اون بزرگانی که میرید به دیدن مزارشون چیکار کردن چگونه زندگی کردن چه فرمایش هایی داشتن آموزش هاشون چگونه بده. صرفا برای حاجات مشکل داریم مریض داریم میخوایم خوب بشن نمیدونم گرفتاری مالی داریم یعنی آموزشی کمتر ازش استفاده میشه عمدتا فقط یه رابطه یه تقدس و یه رابطه یه در واقع حجت خواهیه یه جا اتفاقا توی مقاله دیدم کسی انتقاد کرده بود از وضعیت خودمان نوشته بود که من خیلی تعجب میکنم که بسیاری از این عروسی هایی که تو جامعه ما انجام میشه عروسی های مختلف مشروب هم میخورن البته یه پولی به اون معمولی نمیدن ولی اصرار دارن که در روز تولد اعمه باشه خب اگه اصراری هست اهمیت داره پس چرا این مسائل رو رایت نمیکنین؟ نوشته بود که پشت ماشینش که نوشته بود میروم برای انتقام از مادرم فاطمه یعنی پس یه غیرت دینی است و می گفت زن همسایه دختر همسایه دختر کوچه از دست اینا امان نیستن از یه طرف در واقع ادعای انتقام از مادرم فاطمه از یه طرف انقدر بیتوجهی به ناموس مردم نوشته بود که ما بزرگترین مصرف کننده لوازم آرایش تو دنیا آقا سی ساله که بحث هجاب و نمیدونم افت و اینا میشه چه اتفاقی افتاده بیشترین رقم عمل بینی مربوط به ایران بزرگترین های بینی بیشترین مصرف کننده قرص لاغری قرص های میل جنسی نمیدونم کفشای افزایش قد شربت ترک نمیدونم اعتیاد آقا سورس قرن الی 34 ساله که همش داریم تلاش میکنیم که ما یه سر گردن بالاتر باشیم چطور همه اینا که نماد و نشانه ظاهر پرستی و توجه به به صلاح های بیرونی انقدر رفته بالا فکر میکنیم که حالا یک کسی بسته باشه خب تمام توجهات میره فقط رو صورت فقط این گردی میتونه نشون داده بشه دیگه عمل جراحی بینی و همه چیزهای دیگه یعنی اصل و اساس رها میشه به یه نمایش های سوری و داخلی حتی تو سفر حج من یه بارم خودم شاهد بودم که حج که تموم شده تو همون سالن ترانزیت فرودگاه که میخوان پاسپورت اول هیچ کسی تو صف که بخواد پاسپورتش بده 20 هزار نفر کشته شدن تو ژاپن سونامی آمده همه بی خانمانن گرسنه ولی تو صف وایسادن بابا حج رفتیم اونجا دو هفته سه هفته بعد دعوا سری که همه میخوان بریزن رو هم این پاسپورتشون رو زودتر بذارن و از سالونم که میاد بیرون دعوا که زودتر به هواپیما برسیم این جعبه های عظیم سوغاتی ها و چیزای الکترونیک خرید شده به جایی که سوغاتی توحید و توجه ابراهیمی باشه سفر خرید آخه این آموزش هایی که خب تو حج هم دارن میدن چه ربطی این آموزش ها به حج ابراهیمی داره به شناخت فلسفه حج داره وقتی اونا نیست فقط یه سلسله نشستن و گریه کردن و یه سری روزهار خوندن خب اخلاق نمی آفرینه سفر حج انجام میشه حتی این آموزش رو نمی گیریم که تو فرودگاه موقع خروج هم همه عجله دارن زود به زن و بچه شون برسن سوقاتی ها رو بخوان تقسیم بکنن تعداد چادرهایی که خریده شده یا کفش یا خب چیزای دیگه که می دونیم. مشکلات در واقع اینه که متاسفانه تعبیر حضرت علی تو نهج و براغه که لبس الاسلام و لبس الفروه اسلام مثل پوستین وارونه پوشیده شده تو خراسان یادتونه که پوستینی که میبوشن هوای اونجا سرده اون پشمش داخله بیرونش اون چرمه که روش نقاشیایی میکنن رنگ آمیزی خب این بدن رو گرم میکنه بیرونش هم یه تزینه حالا آدم اینو وارونه بپوشه بیرون مثل خرس میشه همه میترسن اون پشمه و داخل هم چون چرمه تن و زخم میکنه این تعبیر جالبیه که میگه بلایی سر اسلام ادهی میارن که هم پدر خودی رو در میاره زخمی میکنه خودی رو و یه چهره تروریزم و چهره خشنم از اسلام بروز میده بیرون یعنی متاسفانه چون این تغییر شوم انجام شده این تصویر رو یه از اسلام به دنیا نشون دادن که بیزار کردن کسانی رو خیلی متشکر آقای بازگاه این مشکلات اخلاقی میبینیم کم کم نفوذی پیدا میکنه در فرهنگ و قسمتی از کل فرهنگ میشه اگر یک دوایی براش ایجاد نشه یا جلوگیری نشه واقعا فرهنگ ایرانی ما یک همچین چیزی رو قاعدتا نمیپذیره اونطور که تاریخ به ما گفته حداقل میدونیم خب و خود اسلام هم به عنوان اصلش نگاه کنیم همچین مسئله ای رو نمیگه پس ما که مجموعی از این دوتا هستیم باید چاره ای رو اندیشید در موردش چه حالا شما میخواد خودتون رو به ملی ملیت ملی بودن خودتون بچسبونید چه به اسلام در هر دو موردش قاعدتا بایستی چاره ای اندیشید که این اخلاقیات ناپاک قسمتی از فرهنگ و هویت ما نباشه قرآن هم خودش اشاره میکنه که مرد تا تغییر ایجاد نمیشه تا مردم خودشون بخوان یعنی شما شاید بتونید بیشتر بست بدید این مسئله رو یه مقدار بله در واقع ما مقدمه بر بحران سیاسی بحران اقتصادی بحران اخلاقی پیدا کردیم این تعبیر قرآن که اشاره میفرمایید میگه ان الله لا یغیر ما به قومن خدا و هیچ ملتی رو تغییر نمیده حتی یغیر ما به انفسهم تا نفسانیاتشون شخصیت خودشون متحول بشه تغییر و تحول و تطور شخصیتی یه جامعه لاجرم موکول به اینه که تدریج با تمرین و تربیت مثل همه ها یه مطلب یه جمعی خوندم خیلی جالب بود انبانش بود واکنش قورباغه خیلی درس خیلی ظریفی داشت می گفت شما اگه یه قورباغه رو بندازین توی آب جوش فوری میپره بیرون ولی اگه قورباغه رو توی ظرف آب سرد بذارین یواش زیرش هم روشن بکنید چون به تدریج داره گرم میشه قورباغه عکس نشون نمیده احساس نمیکنه که جای خطرناکیه همونجا استراحت میکنه میگیره میخوابه بعد یواش یواش هم خودش پخته میشه نوشته بود که اگه به یک کسی بگی آقا 20 کیلو چاق شدی یه مرتبه وحشت میکنه برم دکتر ولی خورده خورده وقتی که هی اضافه وزن پیدا کنه نمیفهمه یک کسی ناگهان قلبش ناراحتی پیدا بکنه فوری میره به دکتر ولی در طول زمان این تغذیه رو متوجه نیست که همینا تدریجی انجام میشه درسی که گرفته بود اینه که ما انسان ها عادت به تمرین و تدریج نداریم اگر یه اتفاق ناگهانی بیفته میخوایم تغییر بدیم باید کارت به با خونمون برسه تا بخوایم تغییر بدیم وضع موجود و نمیفهمیم که ما داریم پله پله سقوط میکنیم در قرآن اتفاقا دو تا آیه اومده میگه که سن هم من حیث لا یعلمون نستدرج از کلمه درجه میاد میگه شما درجه درجه دارید میافتید درجه درجه دارید سقوط میکنید بدون اینکه متوجه باشید ببینید اون کسی که رد میشه رفوزه میشه فقط رو امتحان آخر سال نیست که از عهده پاسخگوی اونا در نیامده از همون روز اول ساعت اول که رفته تو مدرسه این تمرینش رو حل نکرده توجه نکرده به معلم یه درجه افتاده در طول اون نه ماه درجه درجه افتاده محصولش رو روز امتحان میبینه یعنی این بینهایت کوچکهای رفتار ماست ما فکر میکنیم یه کار خیلی بزرگ بد باید بکنیم تا بد باشه یا خیلی کار خوب باید بکنیم نه از صبح تا شب که میام خونه با همسرمون و فرزندمون تو اتوبوس سوار میشیم تو تاکسی همکارمون همه اینا داره شخصیت ما رو میسازه همین ریز ریزه ها هستش ما متاسفانه گرفتاری همچین بحران عمیقی تو جامعه شدیم راه حلش هم اصلا نباید منتظر یک تحول ناگهانی انقلاب باشیم دیدیم بالاخره اون چیزا که تغییرات سوری و ظاهریه مشکلی رو حل نمیکنه. بنابراین چاره ای جز این که عمیقا تغییر بکنیم حالا ممکنه یه بگن آقا دیگه کار از کار گذشته دیگه آب از سر گذشته دیگه مگه میشه باز یه مذهب دیگه اونم خیلی آموزنده بود یه کتابیه به نام صدومین میمون شاید دیده باشین اثر کنکایز این مطالعات یه گروه ژاپنی رو زیستشناس ژاپنی رو نشون میده توی یه جزیره در ژاپن تعدادی از این میمونای وحشی بودن که از این سیب زمینی وحشی تغذیه میکردن سیب زمینی است که شیرینه و از خاک در میوردن میخوردن از سال 1952 این گروه دانشمند روی زندگی این میمونا بررسی میکردن متوجه شدن یکی از میمونا این سیب زمینی که از خاک میکنه میشورتش برای اینا خیلی تعجب برانگیز بوده نمیدونم میگن شاید یه بار از دستش افتاده تو آب بعد خورده دیده نه خوشمزه تره بهتر بهش میچسبه این کار تکرار کرده مرتب دیگه هر بار سیب زمینی میکنده تو آب میکرده میخورده بعد میگن دیدن که چطور این سرایت میکنه به دیگران بعد دو سه تا میمون دیگه بعد ده تا بعد 15 تا تا سال 1956 سال این مطالعه رو روی اون انجام میدن میبینن حدود در واقع 100 تا از میمونا دیگه از این سیب زمینی میکردن میشورن این کتاب صدومین میمونه بعد میگه وقتی که یه تعداد قابل ملاحظه این کار کردند این یه مرتبه تعمین پیدا کرد و حتی به فاصله 300 مایلی که یه جزیره دیگه ای بود میمونای اونجا هم شروع کردن به شستن سیب زمینیاشون بعد یک گروه از دانشمندان مطالعه کردند که چطوری هم چه اتفاقی افتاد اونا که خبردار نبودن حالا من عینا این رو میخونم یک زیستشناس معروف ژاپنی حالا این نمیدونم ژاپنی اروپایی رابرت شلدریک یک کتابی نوشته میگه علم جدید حیات من این دو سه خطه میخونم میگه حافظه و شعور انسان تنها در مغزش ذخیره نمیشه شود. بلکه چیزی به نام شعور جمعی نیز وجود دارد خب نکته خیلی مهمه فقط ما ذخیره تو مغز خودمون نمی کنیم اه اه تمام موجوداتی که در یک رده و گونه خاص قرار دارند حالا میمون ها یا انواع دیگه توسط یک حوزه مورفوژنتیکی که بسیار شبیه یک حوزه مغناطیس است احاطه شده اند و به نحوی با هم ارتباط دارند با تعمیم نتایج آزمون صدومین میمون و بر اساس این نظریه اگر تعدادی از انسان ها انسان های همراه، همدل، بر سطحی از اندیشه و آگاهی تمرکز پیدا کنند و این تجربه رو به هم نوعان دیگه خودشون انتقال بدهند در یه مسیر میگه نیکی و تعالی, تعالی با همدلی و تمرکز میگه این انرژی مثبتشون رو میتونن به دیگران منتقل بکنن بنابراین میگه که همینه که یه دی توی جامعه شروع کنن خلاف جریان رشد بگیری تقلب دزدی حرکت کنن نشون مدل سازی بکنن نشون بدن میشه توی جامعه فاسدی موند ولی درست عمل کرد میگه اینا البته نه که فوری دو سال سه سال بعد بشه میگه اینا همینی که افزایش پیدا کنن به یه تعداد قابل ملاحظه برسه وجدان جمعی شعور جمعی اینا پدید میارن و این منتقل میشه به قسمت های دیگه جامعه من یه مثال جالبی برای خودم مثلاً مو... یه کریتیکال بله. مس احتیاج مس بحرانی احتیاج داره که این اتفاق بیفته بله بلفته. من یه تجربه قبل از انقلاب یادمه که معمولاً این سخنرانیایی که تو مساجد و اینا بود خب هیچ کدوم چیزی نداشت کی میخواد سخنرانی کنه راجع چه موضوعی اولین بار حسینی ارشاد که دکتر شریعتی اینا اونجا شروع کردن یه تابلوی بزرگی تو هم خیابون شریعتی بعد اسمش شد شریعتی جاده قدیم شمران بود می نوشتن که مثلا جمعه آینده سخنران این سخنران ثابت بود اون چیز عوض می شود سخنران فلان آقا موضوع از ساعت تا ساعت هیچ جای ایران هیچ جای تهرانی هم چی چیزی نبود چون آقایون میرن تو مسجد معلوم هم نیست میخوان چی صحبت کنن یه جا شروع میکنن و مالاش هم میاد دیگه نه مستمعین میدونن نه خود آقا هم موضوعی داره میره میشین اونجا هرچی خب پیش بیاد دیگه برای اولین بار یه همچی اتفاقی افتاد این یه وجدان جمعی ایجاد کرد بعد شد دو تا سه تا چهار تا بعد چند سال بعدش من دیدم تو همه شهرستان‌های ایران حالا همین مساجد می تابلو زدن که حجت الاسلام کی میخواد صحبت کنه راجع مثلا این موضوع پس هر کار خوبی کار مثبتی ما نمیتونیم بگیم که جامعه ما دیگه عقب افتاده دیگه آب از آب گذشته این نسل سوخته است اگه درست بشه در واقع شروع کنن یه ای، قطعا این وجدان جمعی رو شعور جمعی رو تحت شعا قرار میدن. حالا نمونه و مثال های زیادی هم از این کتاب هم حال این بحث رو خیلی باز کرده منظورم اینه که نباید نومید بشیم مهم به ده ایسارگر فداکاره که, که بتونن این ارزش ها رو به جامعه جامعه ما حداقل نشون داده در طول تاریخ که نسبت به تربیت فضیری بسیار مساعده ملت ما در طول مقاطع تاریخش در مقاطع خاصی نشون داده که چه قابلیت هایی داره حداقل انقلاب سال 57 نشون میداد که چطور میتونه دگرگون بشه همچنان هم این استعداد به جای خودش هست باید شروع کرد آقای بازرگان سختی درش وجود داره یعنی بله. مطمئنا افرادی که شروع میکنن سختی هایی رو مواجه خواهند شد ولی خب برحال این آسانتر خواهد شد همیشه هدایت که یه دفعه صحبتی میکردیم را... کار راحتی نیست جذبش شما باستی سربالایی بری تا بتونی یه قسمت صافی رو داشته باشی ببرای. یعنی با تعمال سختی است که شما میتونید به یه کار مثبتی دست یابی پیدا آقای بازگان سالی نیست و وقتمون هم تموم است تشکر میکنیم از ببرای. نظرات شما و امیدواریم که بحث مورد توجه شما بینندگان عزیز هم قرار گرفته باشه و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم تا برنامه دیگه با سپاسگزاری از بینندگان عزیز که تا این ساعت با ما بودن و امیدوارم که به حال این بحث درباره معضلات اجتماعی بتونه مفید باشه و یه گامی بتونیم ان جلو بریم و مشکلاتی رو حل بکنیم <applause>